نظافتچی خطرناکی کارهای وحشتناکی ازش برمیاد. گلاسیا سلام، امروز می‌خوام با هم دیگه فیلم دکلینینگ لیدی یا خانم نظافتچی رو ببینیم. یکی از فیلم‌های خوب سبک وحشت و اسلشر که امیدوارم خوشتون بیاد. بریم با هم ببینیمش. حواستون باشه رو کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم موشی رو میبینیم که توی تله گیر میفته. حالا ظرفی میبینیم که توش پر موش و یه زنی میاد از اون چند تا رو برمیداره، مخلوط کنی رو قرار میده و میندازه اون تو و بعد تمام خونها رو توی یه ظرف میریزه و میذاره توی یخچال. حالا با دختری به اسم آلیس آشنا میشیم. آلیس همراه مردی به اسم مایکل روی تختن و داره کابوسهاش تعریف میکنه که دیشب خواب دیده یه جایی داشته خاک میشده، اولی عالم آب روش و یه دفعه همه چیز به سیمان تبدیل شده. بعدا میفهمیم که برنامه ریختن تا یه مدت رو برن ایتالیا برای تفریح، اما آلیس میگه که تو قراره دوباره مثل همیشه برنامه رو کنسل کنی، من اینو میدونم. با رفتن مایکل آلیس میفهمه دستشویش خراب شده و برای همینم هم به یه شرکت زنگ میزنه تا یه تعمیرکار بفرستن. بعدم میره به یه جایی که برای ترک اعتیاده و خودش میگه که من اعتیاد به عشق دارم و نمیتونم آدممو درست انتخاب بکنم. الانم کسی به اسم مایکل هم که زن و بچه داره ولی نمیتونم ازش جدا بشم. مایکل هم میگه که قراره زن و بچه‌شو ول کنه، اما من فکر نمیکنم چه اتفاقی بیفته. زن دیگه‌ای که اسپانسرشه بهش میگه تو لیاقتت خیلی بیشتر از اینه، سعی میکنه قانعش کنه، اما خب آلیس گوشش به این حرفا بدهکار نیست. اسپانسرش همچنان اصرارش رو ادامه میده و حتی بیرون اینجا مجبورش میکنه که بهش قول بده تا دیگه با مایکل صحبتی نکنه. اگرم وسوسه شد که این کارو انجام بده زنگ بزنه تا با خود اسپانسر حرف بزنه. ساعتی بعد آلیس به خونه خودش برمیگره و همین لحظه مایکل زنگ میزنه، اما دیگه جوابش رو نمیده. وقتی داره لوازمش رو جابجا میکنه متوجه میشه یه نفر توی دستشویش و وقتی درو باز میکنه با زنی به اسم شلی روبرو میشه. شلی از همون شرکت اومده تا دستشویش رو درست بکنه و بهش میگه کارو انجام داده. صورتش هم سوخته است که یکم باعث ترس آلیس میشه. شلی قبل رفتنش میگه که روی دیوارتون هم یه سوراخ بود و توش موش بود که سوراخ رو بستم، موشه هم کشتمش. وقتی میخواد بره آلیس که فهمیده خیلی این زنه از این کارهای نظافت و این چیزا بلده، بهش پیشنهاد میده که هر هفته به پول زیادی میدم، فقط بیا به خونم رسیدگی کن. شلی هم که پول لازمه قبول میکنه. روز بعدی میرسه و میفهمیم آلیس یه ماساژوره و تختش رو آماده میکنه تا مشتریش بیاد. همکارش هم اومده و یه کادو هم جلو درشه که وقتی بازش میکنه از طرف مایکل و یه چمدون و توش نوشته که خیلی زود با هم دیگه به سفرمون میریم. مشغول ماساژ میشه که یه رفعه شلی سر میرسه و اول که میبیننش میترسن. شلی میگه برای نظافت اومده و آلیس هم بهش میگه که از کجا شروع کنه. با رفتن مشتری آلیس میخواد بره دوش بگیره که میبینیم شلی یواشکی گردنبند اونو میدوزه. بعد میره پشت در همو یواشکی اونو توی وان دید میزنه. وقتی آلیس میاد بیرون چند تا پیام دیگه از مایکل گرفته که در مورد چمدون سوال کرده و اونم میگه دریافتش کردم. بعد مایکل دوباره بهش زنگ میزنه. این بار عقب بهش گیر میده تا آلیس قبول میکنه که بیاد اینجا و همدیگه رو ببینن. بعد که قطع میکنم سری به اسپانسر زنگ میزنه و این خبر رو میده. اونم که خیلی عصبانی شده میگه هر جوری شده باید این قضیه رو کنسل کنی. به دوستی کسی بگو بیاد پیشت که اگه مایکل رسید نتونه کاری انجام بده و الا زندگی خودتو اینطوری داری نابود میکنی. با قطع کردنش آلیس چاره‌ای نداره جز اینکه از شلی دعوت کنه که شامو با هم دیگه بخورن که خب اونم قبول میکنه. در میز شام در مورد زخم صورت شلی سوال میکنه و اونم میگه بچه بودم یه اتفاقی برام افتاد و اینطوری شدم. همین لحظه است که مایکل سر میرسه و در قفله. هرچی در میزنه آلیس درو براش باز میکنه و حتی به گوشیش هم تماس میگیره، اما اونم جواب نمیده. خیلی استرس گرفته و یه سیگار روشن میکنه که شلی متوجه این رفتارهاش میشه. برای همینم هم سوال میکنه چی شده و آلیس هم همه جریانو تعریف میکنه و در آخر هم میگه که میخواد با مایکل رابطهشون رو تموم کنه. وقتی مایکل میره آلیس خیلی ناراحت و برای همینم هم شلی میخواد با هم دیگه فیلم ببینن و اونم باز قبول میکنه. دیگه دیر وقت شده و شلی میخواد بره و آلیس هم میگه میرسونمش چون اصلا این موقع اتوبوسی که پیدا نمیشه. سوار ماشین میشن و توی راه شلی با آلیس میگه خیلی قیافت قشنگه و آلیس هم میگه به خاطر آرایشه. هفته بعد که اومدی بهت میگم چطوری میکاپ کنی که این سوختگیای صورتت معلوم نشه. شلی یه دفعه وسط خیابون میگه همینجا اگه میشه وایسا بقیه‌اشو میخوام پیاده برم، که آلیس هم این کارو انجام میده. میبینیم که شلی توی خرابه خیلی داغون زندگی میکنه و روی مبل نشسته. گردنبندی که دزدیدن دور گردن خودش میذاره و میره جلو آینه و نگاهش میکنه. بعدم اون خونی که توی یخچال گذاشته بود و برمیداره و از خونه خارج میشه و به انبار نزدیکش میره. در اونجا رو باز میکنه و داخل میشینه. ظرف غذا رو جلو قرار میده که میبینیم یه دختر چهار دست و پا میاد بسته شده و شروع به خوردن همون خونها میکنه. میریم به یک هفته بعد. مایکل دوباره با آلیس زنگ میزنه و آلیس باهاش صحبت میکنه و میگه نمیخوام با تو جای بیام و قطع میکنتش. این در حالی که میبینیم همسر مایکل هم داره نگاهش میکنه و متوجه میشه یه خبراییه. همین لحظه شلی هم برای تمیزکاری اومده و متوجه پاکت سیگار آلیس میشه و بهش میگه اینم باید دیگه کنار بذاری چون میخوای مایکل رو فراموش کنه و به خودت آسیبی برسونی. آلیس هم قبول میکنه و پاکتو میده
توی سطل آشغال. در آخر هم طبق قولی که داده بود بهش یاد میده چطوری میکاپ بکنه و یکی از لباساش هم میده و شلی میپوشتش. وقتی جلوی آینه وایسادن میبینیم نگاه شلی به جای خودش به زیبایی آلیس خیره شده. شب شده و وقتی آلیس خوابیده میبینیم شلی یواشکی میاد و ماده‌ای رو صورتش میذاره که خوابش عمیق‌تر بشه. بعدم چیز دیگه‌ای رو صورتش میماله و خودش جلوی آینه میشینه. حالا خاطراتو به یاد میاره. میفهمیم سالها پیش مادر شلی اون رو به مردهای بزرگ میفروخته و میذاره هر کاری که دلشون میخواد باهاش انجام بدن. چیزی که یه زخم بزرگ روی روح شلی به وجود آورده. دوباره به زمان حال میایم. میره و ماده‌ای که رو صورت آلیس سره بود رو برمی‌داره که می‌بینیم اتوش یه ماسک دقیقاً شبیه صورت این دختر درست کرده. حالا روی ماسک میکاپ می‌کنه و اون رو روی صورت خودش قرار میده و با لبخند خوبی به خودش نگاه می‌کنه. صبح آلیس بی‌خبر همه چی پا میشه و فقط حالت تعو داره و مدام بالا میاره به خاطر همون دارویی که شلی بهش زده بود. یه رفعه کسی در میزنه می‌بینه شلی پشت دره که بهش میگه میشه با هم تلویزیون ببینیم یا نه. آلیس هم میگه الان حالم اصلا خوب نیستش، حس می‌کنم مریض شدم و نمیتونم. شلی هی بهش گیر میده و میگه من میدونم برای چی درست کنم خوب بشی و در آخر آلیس قبول میکنه که راش بره داخل. شلی چایی برای آلیس درست میکنه. وقتی داره میخوره تلفن زنگ میخوره و میبینیم مایکل پشت خطه. چیزی که خیلی باعث حسادت و عصبانیت شلی میشه. به آلیس میگه قطع کنش، اما آلیس میگه به تو ربطی نداره و یه بحث آرومی بینشون شکل میگیره که آلیس میگه لطفاً از اینجا برو. در آخرم شلی قبول میکنه. آلیس به باشگاه میره، میبینیم شلی یواشکی به خونه برگشته، ماسکی که از آلیس درست کرده رو میذاره و شبیه اون توی وان هموم دراز میکشه. آلیس هم میبینیم که وقتی از باشگاه بیرون میاد مایکل جلو در وایستاده و میگه چرا جوابمون نمیدی. انقدر با هم صحبت میکنن و بهش گیر میده که یه رفیق همدیگه رو میبوسن و همین بوسیدنشون به خونه آلیس میرسه، در حالی که شلی هنوز یواشکی توی هموم و همه این چیزها رو متوجه میشه. صبح روز بعدی که اسپانسر آلیس بهش زنگ میزنه متوجه میشه که با مایکل خوابیده و خیلی ازش عصبانیه. در آخرم قطع میکنه. همین لحظه شلی که هنوز قایم شده یه رفعه حمله میکنه و با دارویی که جلوی صورت آلیس میگیره اونو بیهوشش میکنه. بعد با تلفن آلیس به مایکل پیامی میده و ازش میخواد که زودتر به اینجا بیاد. اگه از اینجور فیلمای عجیب غریب و ترسناک خوشت میاد حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک بکن. مایکل داره با خانواده‌اش ناهار میخوره، بهونه میاره که کار داره و همسرش هم متوجه میشه، اما مخالفتاش تأثیری ندارن و مایکل میگه من عصر باید برم سر کار. بعدم که عصر میشه سوار ماشین شو رو میبینیم همسرش یواشکی داره تعقیبش میکنه. مایکل به خونه آلیس میرسه و همین که میره داخل شلی بهش حمله میکنه، حمله ای که با یه دارو موفق به بیهوشی اون میشه. دوباره میره توی خاطرات خودش. یکی از مشتری ها خیلی وحشی بازی در میاره و در آخر شلی دست اونو محکم گاز میگیره، اونم میزنتش و مادرش میاد دفاع بکنه و حتی مادرش هم کتک میزنه. میره توی آشپزخونه شلی که خیلی عصبانی چاقوی برمیداره و چند تا ضربه محکم به رون اون میزنه. مرد یه دفعه آب جوش رو گاز برمیداره و روی صورت شلی میریزه و حالا میفهمیم که چرا صورت این دختر سوخته. به زمان حال برمیگردیم. آلیس و مایکل به هوش میان ولی هر دو بسته شدن. شلی به زور آلیس رو طرف مایکل میاره و بهش میگه چاقوی میده و میگه باید با این جون مایکل رو بگیری. البته که آلیس نمیخواد این کارو انجام بده. شلی ظرف اسیدی رو بالای پای مایکل میگیره و با آلیس میگه اگه جونشو نگیری این اسید خیلی بدتر اذیتش میکنه و یه مقدارش رو پای مرد میریزه که فریاد بلندی میکشه. همچنان آلیس حاضر نیست که جون مایکل رو بگیره. این دفعه اسید رو روی دم و دستگاه مایکل میریزه. بازم حاضر نیست و میره بالا سرش و یه مقدارش توی دهن اون میریزه که مرد خون بالا میاره. همین باعث میشه که آلیس بفهمه هر چی بیشتر لفتش بده مایکل بیشتر عذاب میکشه. مایکل هم لبخندی بهش میزنه و میگه فقط همه چی رو تموم کن. در آخر چاقو رو برمیداره و با ضربه ای به مایکل جونش رو میگیره. خودش هم خیلی حالش به هم ریخته و شلی با تزریق یه ماده بیهوشی اونو بیهوشش میکنه. حالا آلیس رو توی همون چمدونی که مایکل براش خریده بود قرار میده و چمدون رو به ماشین مایکل میبره. بعدم ماشین حرکت میکنه و میبینیم همسر مایکل دم در رو فکر میکنه شوهرش داره از اینجا میره و شروع به تعقیبش میکنه. شلی به خونه خراب خودش میرسه. آلیس رو میبره داخل، توی وان همون میبنده و اونو به هوش میارتش. بهش میگه همینجا میمون و هیچ حرکتی نمیکنی تا برگردم. دوباره یخچالش یه ظرف از همون چیزایی که مخلوط کرده بود برمیداره و میبره به انبار. رو به همون دختری که بستم میگه بیا غذاتو بخور. باز میریم به خاطراتش. بعد از سوختن صورت شلی چند هفته گذشته و مادرش میاد سمتش و میگه داری آماده میشی تا دوباره کارتو انجام بدی. شلی میگه با این وضع چرا باز میخوای اون کارو با من انجام بدی؟ که مادرش عصبانی میشه و میگه این وظیفته، باید هر کاری من میگمو بکن. شلی بازم مخالفه که یه رفعه مادرش رو میندازه زمین، قیچی رو برمیداره و تهدیدش میکنه که اگه به حرفم گوش ندی زبونتو میبرم. انقدر دختر ترسیده که قبول میکنه و همین که مادر میره کنار یه رفعه با همون قیچی به کمر مادر ضربه میزنه. بعدم هولش به سمت دیوار که قیچی بیشتر از قبل فرو میره. دوباره به زمان حال میایم و زندانی میگه که من نمیخوام دیگه غذا بخورم. شلی با عصبانیت میره سمتش و اونو به زور میاره جلو که صورتش رو میبینیم. زندانی همون مادر شلی که برای انتقام داره این بلا رو سرش میاره. بعد تمام شدن غذا سوار ماشین خودش میره تا یکم رانندگی بکنه و آروم بشه چون خیلی عصبیه. وسط راه هم میبینیم که همسر مایکل بنزین
تمام کرده و نتونسته بیشتر از این بره جلو، اما فهمیده که ماشین مایکل کدوم طرف رفته. مردی میاد کنارش وامیست و بهش کمک میکنه تا ماشینش رو راه بندازه. همسر مایکل جاده رو ادامه میده و بالاخره به جایی که ماشین همسرش رو دیده بود میرسه. یواشکی و با عصبانیت میره تا مچ همسرش رو بگیره که میبینیم شلی هم برگشته و متوجه شده که این زن به همین محل رسیده. صدای ناله های آروم و آلیس شنیده میشه و زن میره سمتش و میبیندش. میخواد آزادش بکنه که یه رفعه متوجه میشه قطعا همسرش با همین زن رابطه داشته. اما آلیس انقدر بهش خواهش و التماس میکنه که بالاخره زن کمکش میکنه و آزاد میشه. دوتایی به سمت در خروجی میدوئن که یه رفعه شلی با بیلی به همسر مایکل حمله میکنه و انقدر به سرش ضربه میزنه که صداهاش خفه میشن. این در حالیه که آلیس هم میخواد طرف دیگه خونه در بره. راه دیگه پیدا نمیکنه و گوشه پناه میگیره و وقتی که شلی ازش میگذره سری به سمت در خروجی میاد که میبینه چه بلایی سر فک و صورت همسر مایکل اومده. با این حال هرجوری هست کلیدو عجیب این زن برمیداره و سوار ماشینش میشه، ولی قبل راه افتادنش شلی سر میرسه. این دختر روانی و وحشیشه ماشین رو میشکنه و خیلی سری داروی بیهوشی رو تزریق میکنه. آلیس پیاده میشه که فرار کنه اما نمیتونه و در آخر از حال میره. وقتی چشماشو باز میکنه روی تختی بسته شده و همون لباس زردی که به شلی داده بود تن خودشه. حتی دور و برش نگاه میکنه و میبینه دقیقاً شبیه خونه خودش ساخته شده. شلی همه لوازمش رو آورده اینجا تا دقیقاً شبیه اتاق آلیس باشه، در حالی خودش بیرون پنجره وایساده و داره نگاهش میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. به نظر شما شلی یه ضد قهرمان و یه شخصیت ترسناکه یا یک ابر قهرمان و کسی که میخواد از آدمهای بد انتقام بگیره؟ وقتی این فیلم پخش شد توی ردیت و خیلی جاهای مختلف که معروف فیلمو بررسی میکردن دقیقاً این دوگانگی ایجاد شد. یه سری میگفتن به خاطر اتفاقات ترسناکی که تو گذشته شلی بوده حق اینو داشته که بخواد از زندگی دیگران دفاع بکنه. اون از یه طرف میدیده که آلیس چطوری داره به خاطر این آدم خیانتکار یعنی مایکل، یه مردی که خیلی هوسبازه، نابود میشه، و از اون طرف هم میدیده که آلیس هم داره زندگی اون مرد رو نابود میکنه. اونم دقیقاً به خاطر چی؟ به خاطر هوس‌های خودش. این همون چیزیه که مایکل برای شلی تبدیل به همون مردی میشه که صورتش رو سوزونده بود و آلیس تبدیل به مادرش میشه. اینا رو دقیقاً توی همین دوتا جنبه نگاه میکنه. به چشمهای شلی آلیس طولی نمیکشه که تبدیل به مادر خودش بشه، چون دقیقاً داره همون کارها رو انجام میده و به خاطر هوسش به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنه، یعنی فقط به دنبال سودهای خودشه. مادرش هم دقیقاً به خاطر همین بود و حاضر بود حتی دختر خودش رو بفروشه. البته یه سری هم میگن که شلی عاشق آلیس شده بوده، به خاطر همین حتی میخواست چهره اونو درست بکنه. اما اگه بخوایم یه خورده عمیق‌تر نگاهش بکنیم، حتی همون ماسک درست کردن دارن این حرفا ما میزنن. یعنی شلی وقتی که ماسکی از صورت آلیس درست میکنه و رو صورت خودش قرار میده، انگاری خودش داره به یکی مثل مادر خودش تبدیل میشه، ولی هر کاری که میکنه انگار یه چیزی درست نیست، به زیبایی اون نمیشه، نمیتونه توی زندگی اون قرار بگیره و جاپای اون بذاره. برای همین هم از که آخر ماسک استفاده نمیکنه، اونو کنارش میذاره. با این دیدگاه نگاه بکنیم، کار نهاییش هم به خاطر اینه که میخواد از تبدیل شدن آلیس به یکی مثل مادر خودش جلوگیری بکنه، چون میدید که داره جاپای اون میذاره. به هر حال امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما پیشنهاداتتون رو بنویسید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسیه.